اش نابود کننده جهل و نادانی است. همونطور که همه مردم ما مستحضرن، داخل کمپ ها آنچنان که باید از لحاظ آموزشی به اصطلاح برای بچه ها وقت گذاشته بشه نیست متاسفانه. البته حق میدیم به دولت دوست و محترم و میزبان کشور یونان، واقعا بهشون حق میدیم، مهاجرا زیادن و مشکلات خودشون رو مهاجرا دارن. ما اومدیم برای اینکه هم به بچه های خودمون کمک کنیم و هم یک بار مسئولیت سنگین رو از روی دوش مسئولین یونان برداریم. جمعی از بچه های دغدغه‌مند افغانستان جمع شدیم اینجا، در روز اول فراخوان دادیم 11 نفر و در انتها در همکنون که دارم با شما صحبت میکنم 22 نفر معلم داریم اینجا که همه در قسمت آموزش و پرورش، مخصوصا تو قسمت اخلاق و رفتار و مهارت‌های اخلاق و زندگی با بچه‌ها داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم. 10 تا کلاس مدرسه داریم، نزدیک 15 تا کلاس بزرگسالان داریم در قسمت بچه های مدرسه، آموزش زبان انگلیسی، زبان مادری، زبان دری و همچنین زبان به اصطلاح ببخشید درس ریاضی و مهارت های زندگی داریم و همراه ورزش، بازی و کاردستی و هنر و سرگرمی برای بچه ها. در قسمت بزرگسالان هم آموزش زبان یونانی، زبان انگلیسی و همچنین نهضت سواد آموزی برای بزرگسالانمون داریم. گوشه ای از فعالیت های ما بود که در این تقریبا 3 ماه گذشته در اینجا در حال انجام هست و برگزار شده. در جمع نزدیک 400 نفر از خانواده ها اینجا، هم بچه هاشون و هم خودشون در حال تحصیل هستند و ما آرزومون این هست که هر چه زودتر کشورمون به اون دوران باشکوه و درخشان خودش در قدیم برگرده. تلاشمون این هست که همه بچه‌هایی که اینجا هستن، چه داخل این کمپ و بقیه کمپ‌ها و همچنین بقیه اقصا نقاط دنیا، همه این بچه‌ها رو آرزومون هست، واقعا تلاش می‌کنیم که چه از لحاظ علمی، اخلاقی، فرهنگی، هنری، ورزشی در هر قسمتی که هستن واقعا اینها سرفراز بشن، نسل بعدی ما هستن، آینده سازان و افرادی هستن که کشور ما به دست اینها ساخته میشه. و هرچی بیشتر باز هم تأکید میکنم، تلاش میکنیم که بچه های ما زودتر آماده بشن، رشد کنن که بتونیم زودتر اون گذشته با صلابت و درخشان کشورمون رو هرچی زودتر پس به دست بیاریم. با کمک و لطف همه خانواده های محترم انشالله که این به این امر مهم زودتر دست پیدا کنیم. بسیار تشکر از شما. ضمن این که من خیلی تقدیر و تشکر ویژه دارم از مسئولین محترم کشور یونان، از دولت مردها، وزارت مهاجرت و بقیه وزارت خونه ها، از این که 1 مهمان نوازی خیلی عالی دارن، 2 این که واقعا مهاجرین رو با این همه مشکلاتی که دارن، اهم از مشکلات اخلاقی متاسفانه واقعا داریم میبینیم، خودمون شاهد هستیم، قبول داریم، بچه های ما توی جنگ بزرگ شدن، توی مشکلات، توی بدبختی ها، توی هر نوع فقر و بدبختی که شما بفرمایید از لحاظ روحی، روانی، جسمی زندگی کردن، توقع نداشته باشن بچه های ما زود به اصطلاح با مردم این کشور به اصطلاح یکی بشن و زمان میبره. داریم تلاش میکنیم و تقدیر ویژم از همه مسئولین این هست که این همه زحمت و این همه مشکلاتی که بچه های ما دارن، بزرگان ما دارن، حالا کوچیک ها، بزرگا، همه مردم مهاجر از سراسر دنیا وقتی وارد کشور جدید میشن، وارد میشن تا با قوانین اون کشور آشنا بشن، یه مقدار دردسرها وجود داره. تلاشمون بر این هست که همه بچه های مهاجر رو و مخصوصا بچه های افغانستان که داخل این کمپ هستن زودتر با تعلیم در تربیت و آموزش بچه ها زودتر اینها رو به جامعه یونان برسونیم و با هم ادغام بشن و هم مردم ما سرفراز باشند و هم بتوانیم با این کارمون مقداری از زحمات کثیر دولت یونان و همچنین اتحادیه اروپا رو جبران کنیم انشاءالله.